بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این یکی از دغدغه های شیخ اجل در زمان حیاتش بود. به دل گفتم از مصر قند آورم، بر دوستان ارمغانی برم. خدمت به خلق که سعدی شیرازی 700 سال پیش آن را سرلوحه کار خود قرار داد. اگر نفع کس در نهادتو نیست، چون این گوهر و سنگ خارا یکیست. سعدی شیرازی در این حکایت نبوده روحیه سودمندی به حال دیگران در انسانها را با سنگ خارا برابر می داند. پیوسته به اون چهار ارتباط اساسی انسان توجه داره: ارتباط انسان با انسان، ارتباط انسان با خلقت، ارتباط انسان با خلق و ارتباط انسان با خالق. این سروده در بالای مقبره سعدی خود گواه این ارتباط را می دهد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم. اهتمام و عنایت سعدی به مردم تا آنجاست که حاضر می شود چون عود در آتش بسوزد تا عطر دلاویز خدمت را در میان آدمیان پراکنده کند. سعیم این است که در آتش اندیشه چو عود خیشتن سوختم تا به جهان بو برود. 20 و چند حکایت در موضوع نیکوکاری به دیگران و اهمیت مهربانی و خدمت به خلق خداوند در بوستان دیده میشه. به عقیده او دردمندی بر غم و اندوه دیگران امری طبیعی است، آنگونه که هم خود و هم دیگران را به این صفت فراخوانده است. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این چند بیت خیلی مشهور شده. این شاعر نامی در اشعار خود مردم را خانواده خدا می داند و رساندن سود و منفعت به آنان را در زمره محبوب ترین کارها نزد خداوند قرار داده است. با نگاهی عمیق به آثار و اندیشه های شیخ اجل می توان عقاید وی را در نودوستی و اصلاح جامعه یافت، عقیده‌ای که در کنار دیگر سروده هایش نمود بارز و برجسته‌ای دارد.